یکمین روز تیر ماه برابر با 22 ژوئن سال 1012 خورشیدی برابر با 1633 میلادی، محاکمه گالیلئو گالیلئی، فیزیکدان و ستاره شناس ایتالیایی که برخلاف جریان غالب فکری اعلام کرد که زمین به دور خورشید می‌گردد و انتشار همین عقاید سبب شد تا مخالفت مقامات کلیسا برانگیخته شود و اعتراضات شدیدی علیه او صورت گیرد. گالیله سرانجام پس از یک سال به دستور پاپ به روم احضار شده، نظراتش کفرآمیز خوانده شد و پس از بازجویی ها ناچارش کردند تا برای حفظ جانش عقایدش را انکار کند. سال 1184 خورشیدی برابر با 1805 میلادی، زادروز جوزپ ماتسینی، فیلسوف و نظریه پرداز سیاسی و انقلابی ایتالیا که نهضت ایتالیای جوان را با سه هدف، وحدت ایتالیا، ایجاد جمهوری ایتالیا و شکل دادن اروپا به صورت اتحادیه ای از کشورهای آزاد و مساوی تشکیل داد. از دیدگاه ماتسینی، انقلاب کار اصول و افکار است، نه کار سرنیزه. وی گرچه به ناسیونالیسم معتقد بود، اما از آرمانی فراتر از ملت دفاع می کرد و در حقیقت ایجاد یک جمهوری متحد از بشریت را در نظرش مجسم می نمود و به خاطر عشق به انسانیت هر جا قدم می گذاشت رانده می شد و تبعی هیچ کشوری نبود و سرانجام در آوارگی و در 67 سالگی جان سپرد. با این حال پیکرش را با شکوه تمام، در حالی که 80,000 نفر برای تشییع او آمده بودند، به خاک سپردند. سال 1356 خورشیدی برابر با 1977 میلادی، سناتور دکتر مصطفی مصباح زاده، صاحب امتیاز و پدر روزنامه و مؤسسه کیهان و استاد دانشگاه تهران، طبق دعوت دولت انگلستان به لندن سفر نمود. مصطفی مصباح زاده بنیانگذار روزنامه کیهان و عضو سابق مجلس سنای ایران در دوران سلطنت محمد رضا شاه پهلوی، دانش آموخته رشته حقوق در سطح دکترا از دانشگاه سوربن از کشور فرانسه بود. وی در اولین سالهای دهه 20 خورشیدی روزنامه کیهان را بنیان نهاد و بعدها اعلام کرد که نام روزنامه کیهان از روزنامه مشهور فرانسوی لوموند که در زبان فرانسوی به معنای کیهان است الهام گرفته است. بنا به اعتقاد گروهی، روزنامه کیهان در دوران سلطنت پهلوی به نوعی بازتاب دهنده مواضع جریان چپ روشنفکر و ملی‌گرایانه در ایران به شمار می آمد. بعدها مصباح زاده با انتشار چندین نشریه پرطرفدار مانند زن روز، کیهان بچه ها و کیهان ورزشی که سه مجله پرطرفدار بودند و به صورت هفتگی منتشر می شدند، سبب شد تا خانواده کیهان در کنار روزنامه اطلاعات به یکی از دو منبع اصلی مطبوعاتی ایران مبدل گردد که انتشار این نشریات هنوز هم بعد از نیم قرن در کنار این روزنامه ادامه دارد. در این حال چندی بعد با حمایت مصطفی مصباح زاده، مدرسه عالی روزنامه نگاری در مؤسسه کیهان تأسیس شد. این مدرسه به تدریج در طول چند سال برای اولین بار در ایران به دانشکده‌ای برای آموزش روزنامه نگاری در مقطع کارشناسی تبدیل شد.